به نظر شما تقابل فیفا و فوتبال ایران برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها در نهایت به کجا کشیده میشه؟ فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران ضرب العجلی برای فراهم کردن شرایط ورود زنان به ورزشگاه‌ها داده. همین امر چالش‌های جدی برای فوتبال ایران ایجاد کرده. از یک سو رهبر جمهوری اسلامی، مراجع تقلید و مذهبیون مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند و سوی دیگه در صورت ادامه روند فعلی و ممنوعیت ورود زنان به اماکن ورزشی عمومی، فیفا فوتبال ایران را تعلیق خواهد کرد. در برنامه امشب از شما میپرسیم به نظر شما تقابل فیفا و فوتبال ایران برای ورود زنان به ورزشگاه ها در نهایت به کجا کشیده میشه و چرا مقامات جمهوری اسلامی ایران این حق طبیعی رو که همه زنهای دنیا ازش برخوردارند از اونها دریغ میکنند. از طریق شماره تلفن همیشگی ما 202-205-2654 با پیش شماره 201 آمریکا در خدمتون هستیم تا با ما تماس بگیرید. میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک یا ایمیل هم برای ما بفرستید، اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها ارسال شماره تلفن خودتون به تلگرام صدای آمریکاست به نشونی @sendvoa. ما خودمون بعد از دریافت شماره با شما تماس میگیریم. اسکایپ، فیسبوک و اینستاگرام هم راه‌های دیگه ارتباط با برنامه روی خطه. من شهرام بهرامی در نیم ساعت پیش رو با برنامه امشب روی خط همراه شما خواهم بود. بر شما عزیزان بیننده و همراهان برنامه روی خط. موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران چند سالیه که داغ محافل به خصوص ورزشی و البته حقوق بشری شده. بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند که محروم کردن نیمی از جامعه ایران برای ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات فوتبال با هیچ معیار حقوق بشری همخونی نداره و این البته بعدها به صورت رسمی در مجامع رسمی‌تر بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری مطرح شد و همینک در واقع پرونده به فیفا رسیده و در واقع فیفا الان یک پای ماجراست، دست کم در زمینه فوتبال، چون فیفا در واقع فوتبال رو زیر نظر داره و همونطور که عرض کردم خدمتون فدراسیون فوتبال ایران و نهادهای متولی رو مجبور کرده که هرچه زودتر شرایط ورود زنان به ورزشگاه ها رو فراهم بکنن، در غیر این صورت با محرومیت هایی مواجه خواهند شد. اگرچه در یکی دو سال گذشته که در واقع اینفانتینو دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به ایران رفته بود برای اینکه در حضور او ثابت بکنن که ما مشکلی در این زمینه نداریم، تعدادی از خانوم ها از جمله خبرنگاران، نزدیکان فدراسیون و امثال هم رو جمع کردن و به صورت گزینشی به ورزشگاه ها بردن تا به دبیر کل فیفا بگن که ورود زن و مرد به ورزشگاه در ایران امری آزاد و طبیعی است. اما همونجا دستشون رو شد، چون تماشاگرای مرد داخل ورزشگاه دروغ بودن این موضوع رو به دبیر کل فیفا یادآوری کردن و دیگه الان فیفا اشراف کامل به قضیه داره. میدونه که یکی از تاکتیک هایی که ممکنه استفاده بشه برای دور زدن احیانا این تعلیق اینه که یه عده رو دستچین کنن و ببرن در داخل استادیوم ها و بگن اینجا زن و مرد با هم میشینن فوتبال تماشا میکنن، در صورتی که خب اونها فهمیدن که در عالم واقع هم چیزی ممکن نیست و یک آدم عادی، یک دختر خانم عادی، یک خانومی که تمایل داشته باشه بره فوتبال رو از نزدیک ببینه در حال حاضر به هیچ عنوان براش امکان پذیر نیست و نمیتونه هیچ بلیتی تهیه بکنه. بریم سراغ تلفن ها. نفر اول آقای امیر از تهران روی خط هستن. آقای امیر درود بر شما، صحبت های شما رو میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب. به نظر شما در این جدال برنده نهایی کدوم طرف خواهد بود؟ درود بر شما آقای بهرامی عزیز، متشکرم، شب بخیر میگم. شب شما هم بخیر. به نظر من آقای بهرامی، حالا سوال برنامه‌تون که سوال خوبه، به جایی از این به نظر من این فشارها
همونطور که شما گفتین به نظر من منجر میشه که بالاخره بانوان ما و وزیفه را پیدا کنند. این چیزی مسلمی که حالا بالاخره منجر به این میشه که بانوان ما بالاخره بیان وزیفه که از این حقشون استفاده کنن. ولی آقای بهرامی نکته که من میخوام بگم این که من و امثال من الان دغدغه و اولویتمون این نیست تو کشور. این مسائل پیش پا افتاده است، یعنی حتی مسائلی از این دست، حتی مسائل مثل حجاب هم برای ما اینو اینجور مسائل اینو صحبت اصلاح طلبانی هاییه که این مثلا مطرح میشه. این صحبت هایی که ما مشکل ما درد ما چیزای بزرگتری از دست اولویت جامعه. آقا حتی دوچرخه سواری زنان بی حجابه ورودشون به ورزشگاه اینا حتی خوبه، ولی اولویت و نیاز ما از جامعه اینا نیست. ما حتی با کمپینایی مثل حتی خانم عجا حالا چون شبکه شما ما هست اینو حالا بزن. چون حتی با کمپینایی برای اصل حجاب ما مشکل نمیدن و اصل ما با ریشه نظام حالا آقای امیر من یه سوالی از شما بپرسم. ما که نمیتونیم مثلا از فیفا درخواست بکنیم که آقای فیفا شما روی موضوع حساسیت نشون نده، برو مثلا به آقای اینفانتینو بگیم برو برای براندازی مثلا اقدام کن، چیکار کنه آقای؟ ببینید اینا مسائلی است که در روزمره به صورت روزمره حداقل بخشی از جامعه باهاش سر و کار دارن. نهادهای بین‌المللی هم که متولی این کارن دارن راجع به حوزه کار خودشون عمل میکنن. اون چی که شما میفرمایید یه بحثی است که مرتبط است با کل مردم ایران که چه تصمیمی برای آینده خودشون بگیرن. آیا شما مخالفین این که فیفا بخواد بیاد یک همچین حقوقی رو حداقل برای یه عده اندکی از خانم هایی که میخوان برن ورزشگاه ایفا کنه؟ بله آقای بهرامی درست فرمودید، شما رو بنده قبول دارم، ولی به نظر من بازی ما که امثال بنده که شما خوب واقفید بنده میگم اینا به نظر بازی تو رژیم تو زمین رژیمه. تو برای اصلاح طلبان ما این که منجر بشه این قانون که خانم آقای ما داریم تنفس بیشتر به رژیم داریم، اینا همه شعار اصلاح طلبیه و امثال من دردم چیز دیگه است. حتی حجاب هم نیست، اومدیم اصلا جمهوری اسلامی به رژیم حجاب هم آزاد کرد، خانم ها هم گذاشت بره ورزشگاه، این دیگه خوبه؟ اینا همه بازی تو زمین رژیمه که اولویت ما رو فراموش کنیم. ما همه اینا منجر به این میشه که ما برای اصلاحات قدم برداریم. بله متشکرم آقای امیر. آقای امیر البته تنها نیستن در این نظرشون، ما نظراتی در واقع دریافت کردیم متنوع متعدد و با طیف‌های بسیار مختلف 180 درجه کاملا مخالف هم عده‌ای که مثل آقای امیر معتقدن که اصلا نباید به این موضوعات پرداخته بشه، موضوعات زیربنایی بیشتری در کشور هست که باید بریم سراغ اونا و اون کل حاکمیت هست و خب عده زیاد دیگه هم اینگونه فکر نمی‌کنن. چون مثلا ما داشتیم تو پیام ها، البته من اون پیام خاص رو همراه خودم نیاوردم، یکی عزیزی نوشته بود که در واقع جمهوری اسلامی به عمد داره این قضیه ورود خانم به ورزشگاه ها رو، خانم ها به ورزشگاه ها رو لفتش میده، مخالفت میکنه، چیز میکنه تا در نهایت که فیفا در واقع تونست غلبه بکنه بر اینها و این خانم ها وارد ورزشگاه بشن، این به عنوان یک دستاورد از سوی جمهوری اسلامی و آزادی و راحتی برای قشری از مردم تلقی بشه. به هر حال نظری است روی همه اینها میشه فکر کرد، ممکنه هر کدوم از اینها صحت داشته باشه یا نداشته باشه، ما اظهار نظر نمی کنیم، ما فقط نظرات شما عزیزان رو منتقل می کنیم. بریم سراغ تلفن بعدی که پشت خط هستن، خانم سحر هستن از مشهد. خانم سحر درود بر شما، نظر شما رو راجع به موضوع برنامه امشب میشنویم. درود بر شما آقای بهرامی. متشکرم. من خواستم اول بگم که کلن بحث ورود به زنها ما کلن در این مورد نباید صرفا به عنوانش بیانیم اکتفا کنیم. در این خصوص باید وضعیت فرهنگی مرد و پسرها تو جامعه و به تبعش استادیوم های فوتبال هم در نظر بگیم. من خودم همسرم زیاد استادیوم میره، یعنی فوتبالیه، ولی همیشه میگه اگه ورود زنها به استادیوم آزاد بشه اجازه نمیدم تو بری، چون دلایلش هم منطقیه. همین بازی اخیر سپاهان پرسپولیس که یه زد و خوردهای شدیدی شد، هم بیرون ورزشگاه هم داخل ورزشگاه، اینا رو بخوام در نظر بگیریم، برای یه خانم که بخواد بهتون موقعیت قرار بگیره واقعا یه فاجعه است. بعد اول زیر ساختای لازم برای این خانم سحر، به نظر شما زیر ساخت ها چه جوری فراهم میشه؟ خود شما چی مد نظرتونه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ زیر ساخت ها فراهم بشه، یعنی اینکه اولا که هزینه‌اش زیاده و آقای تاج این نه ببخشید من میخوام برای بیننده ها شفاف بگیم منظور از زیرساخت یعنی چی؟ یعنی دقیق بگید یعنی چه بکنن؟ اول اینکه اون مردهایی که میرن داخل استادیوم این فرهنگ درشون جا بیفته که یک خانوم وقتی کنارشون نشسته داره بازی رو میبینه. خب خانم سحر ببینید جاشون مشخص باشه خانوم ها. همین مسئله سالهاست داره مطرح میشه که مردها رو فرهنگ سازی بکنن. فرهنگ سازی هم شما شنیدید
چندین ده هست میگه آقا راجع به فلان موضوع فرهنگسازی چگونه انجام بده. آیا میشه رفت تک تک مردم رو نصیحت کرد؟ من یه سوال از شما بپرسم خانم سحر، شما نمیدونم حالا حتما سنتون قد نمیده، قبل از انقلاب اون کسایی که ورزشگاه میرفتن تعریف میکنن که زن و مرد کنار هم میشستن فوتبال تماشا میکردن، هر ورزش دیگه رو تماشا میکردن، اصلا به این حد فحاشی و رفتارهای زننده در استادیوم ها وجود نداشت. بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد که در واقع این قضیه به این شکل جلو رفت که آقایون در ورزشگاه ها این گونه رفتار میکنن؟ ببینید خب یک سری فرهنگ های خود مردم دیگه، حالا هم مسئولین مقصرن هم خود مردم. حالا من با آقای امیر که تماس گرفتم مخالفم، این موضوع روز ما نیست که بخوایم بیایم بپردازیم که خانم ها برن داخل استادیوم و این فحاشی و اینا هیچ ربطی مثلا به حکومت و این جور چیزا نداره، خود مردم هم مقصر هستن. بله بسیار ممنونم خانم سحر، در واقع اومدن نظرشون رو فرمودن، ایشون گفتن که همسرشون ورزشگاه میرن ولی اگر روزی آزاد بشه که خانم ها بتونن برن ورزشگاه همسر ایشون حالا همچین اجازه ای نخواهد داد، که البته خود سر همین موضوع هم بحث هست که این خودش یک حقوق اولیه هر فردی که بتونه تصمیم بگیره کجا بره، به همسر ربطی نداره اینجور موضوعات. ولی برگردیم به اونجایی که در واقع صحبت کردن خانم سحر، این که مردها در استادیوم ها در واقع حالا ممکنه شعارهای خیلی تندی بدن، حرفای اونچنانی بزنن یا یه موقع خود نکرده درگیری های اتفاق بیفته، و اتفاقا برخی از جامعه شناسان که در این زمینه نظریه پرداز هستند و نظریاتشون ابراز کردن معتقدند درست برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن که اگر مثلا استادیوم ها آزاد بشه و خانم ها برن کنار آقایون بشینن و فوتبال یا هر ورزش دیگه رو تماشا بکنن آقایون دوباره همون رفتارها رو میکنن، کاملا اشتباهه. این عده معتقدن برخلاف این، همون جوری که میگن مثلا مردها در جمع خودمونی خودشون انواع اقسام شوخی ها میکنن، ممکنه سر و کله هم بزنن، حرفای زشت به زبون میارن، اما به محض اینکه چند تا خانم وارد جمع میشه اون آقایون ساکت میشینن و معتقدن اگر این اتفاق بیفته اتفاقا تمام این فحاشی ها اینا به شدت در ورزشگاه ها کاهش پیدا میکنه. چه بسا که ورود زنان به ورزشگاه ها نوعی پاکسازی حریم و حرمت ورزشگاه ها باشه. این نظریه است که برخی از جامعه شناسان میدن و باید به این هم خیلی دقت کرد. بریم یک فایل صوتی که از طریق تلگرام به دستمون رسیده اونو بشنویم، برمیگردیم با عزیزانی که پشت خط هستن صحبت خواهیم کرد. اینا ایران و کشور و مالک خودشون میدونن، اینا خودشون یه جوریه که انگار ارث پدریشونه این مملکت. یه عده‌ای هستن به نام جمهوری اسلامی، این نزدیک 60-70 میلیون به گروگان گرفتن، میگن آقا هرچه ما میگیم شما باید اینو انجام بدین. حالا ورزش و اینا اصلا جزء برنامه های انسان نمیدونن، اینا از خداشونه که فیفا اینا رو کنار بذاره، از کل ورزش ها، نه تنها برای فوتبال، نه تنها برای والیبال، نه تنها برای کشتی. اینا میخوان این کره شمالی، یعنی کره شمالی پیش اینا باید لون پنگ کنه. اینا اینجوریه، اینا نمیخوان ملت بره چشش باز بشه با رسانه ها صحبت کنه، اسم ایران جاهای دیده بشه. اینا میخوان ملت ایران رو برگردونن برای 1400 سال پیش که برن مثلا 4 تا گوسفند و جلوشون بندازن و برن تو بیابونا برای خودشون چوپونی بکنن. اینا ملت ایران رو اینجوری فرض میکنن. قبل از اینکه بریم سراغ تلفن‌های بعدی، من چند مورد فقط گزینشی از پیام‌هایی که به دستمون رسیده به صورت نوشتاری رو سریع براتون می‌خونم. دوستی گفته با سلام، به نظرم 100% مقامات ایران در این مورد پیروزن. چرا؟ چون که دست به رشوه خوبی دارن. یک دوست دیگه نوشته فیفا نبایستی در برابر حرف یه مش آخوند کوتاه بیاد و بایستی با جدیت تمام روی حرف خودش بیسته، چون خاص فیفا خاص 90% مردم ایرانه. یه عزیزی نوشتن به نظرم تنها نتیجه که این کشمکش داره تلف شدن عمر مردم ایرانه، که البته خیلی کوتاه و یه جورایی میشه که مبهم نوشتن، منظورشون نفهمیدم. رضا هستم از ترکیه. اجازه ندادن ایران به حضور زنان یک اشتباه و تهجر مذهبی است، ولی تصمیم فیفا در مورد تعلیق فوتبال ایران جهت فشار حماقت محض خواهد بود. دولت ایران در سالهای گذشته
ثابت کرده در مورد سیاست فشار در هر زمینه سیاست تندتری رو به کار میبره. ایشون این نظر رو دارن. درست 180 درجه نظر مخالف ایشون نظر بعدی است. تجربه نشون داده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و تهدید با وجود موضع گرفتن‌های مختلف و الغای مقاومت پوشالی در آخر تسلیم فشارها شده و به خواسته‌ها تن در داده. به نظرم فیفا حتی اگر به قیمت تحریم و تعلیق فوتبال ایران به مدت یک سال هم که شده باشه به این تصمیم جامعه عمل بپوشونه تا به اون نتیجه مورد نظر که همون امکان به رسمیت شناختن حقوق بانوان کشور برای ورود و تماشای فوتبال به استادیوم هست دست پیدا کنه، در صورت مصمم بودن فیفا قطعاً این امر دور از دسترس نخواهد بود. و نظرات بسیار زیادی که حالا انشاءالله اگه فرصت رسید مجدداً خواهم خوند. بریم سراغ تماس بعدی که آقای احمد هستن نفر بعد روی خط از تهران. درود بر شما آقای احمد، نظر شما رو هم میشنویم، البته لطف کنید مختصر و مفید. با سلام جناب بهرامی عزیز، من مختصرا خدمتتون عرض کنم ما بیاییم مثلا به طور کل همه این مسائل رو بذاریم کنار، ببینیم قانون اساسی ما چی گفته در این مورد. اصل 20 قانون اساسی ما اومده که همه افراد ملت اعم از زن و یا مرد یکسان هستند و مورد حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، اقتصادی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر همین اساس اجرای حقوق انسانی و شهروندی تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دولت قرار داده است. ولی آیا آقای روحانی قدرت اجرایی اونو داره؟ به نظر من که نه. چرا؟ آقای داریش و مصطفی فرمودن که فیفا گفته تا 9 شهریور مهلت داده، اولتیماتوم داده دیگه. از اون طرف آقای سلطانی پر هم گفتن که زنان اومدن محبت کردن، گفتن زنان فقط در بازی‌های ملی میتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن. حالا این دو نفر به نظر من اصلا تصمیم گیرنده این موضوع نخواهند بود و نیستن. تصمیم گیرنده واقعی تندروهای نظام هستن که آنچه که از نظر آنها غیر قابل قبول هست حضور زنان در ورزشگاه هست. حالا به عقیده بنده این تندروها هستن که برنده این جدال خواهند بود، چرا که افرادی ما داریم چون علم الهداها، احمد خاتمی ها، جنتی ها، صدیقی ها هستن که برای جامعه ما تصمیم میگیرن و تمام نقطه نظرهای رهبری رو دارن به اجرا در میارن. با سپاس از محبتشون. بسیار متشکرم آقای احمد. یه توضیح مختصرم در مورد آنچه که آقای احمد گفتن که خب رئیس جمهور تعیین کننده نیست. ما یک نمونه عملیش هم داریم دیگه. در دوران ریاست جمهوری اول آقای محمود احمدی نژاد در سال 85 ایشون اومد خیلی قاطع و قشنگ گفت که خانم ها حق دارن مثل آقایون برن استادیوم و درهای استادیوم باید به روی خانم ها باز بشه. واقعا زمان زیادی ازش نگذشت که هجمه های خیلی شدیدی علیه تازه این رئیس جمهور ارزشی که نظرش به آقام نزدیکتر بود شد و بسیار بهش توپیدن، از مراجع تقلید بگیری تا مذهبیون و تندروها و حالا حتی همطیفی های خودش. و بعد هم یک دستخطی از رهبر جمهوری اسلامی در اومد که در اون به محمود احمدی نژاد در واقع تذکر داده بود و یه به نوعی توپیده بود که من شما میدونستید که موافق این قضیه نیستم و نباید در ملای عام این رو موضوع رو بدون هماهنگی مطرح میکردید. پس من این همونجور که آقای احمد گفتن کار ساده ای نیست. محافل در واقع مذهبی داخل کشور از رأسش که رهبر باشه بگیرید تا مراجع تقلید و اینها، واقعا راضی کردن اینها سخته. حالا باید ببینیم که سنبه جامعه جهانی و فیفا چقدر پرزور خواهد بود و به چه نتیجه خواهد رسید. بریم سراغ نفر بعد که آقای داوود هستن از شهریار روی خط. آقای داوود درود بر شما، شما موافق حضور بانوان در ورزشگاه هستید یا مخالف؟ آقای داوود، آقای داوود صدای منو میشنوی؟ خب ظاهرا آقای داوود صدای ما رو نمیشنون. بریم سراغ نفر بعد که خانم میترا هستن از تهران. خانم میترا شما نظرتون راجع به موضوع برنامه امشب بفرمایید. درود بر شما جناب بهرامی. درود بر شما. زن ایرانی ثابت کردن که دنبال حضور تو ورزشگاه نیستن. چجوری ثابت کردن؟ بله عرض میکنم خدمتون. همین الان ورزشایی هستن که مخصوص زنان هستن که اصلا خانم ها برای تماشای اونها استقبال نمیکنن. خب میدونید علتش چیه خانم میترا؟ بذارید با هم صحبت کنیم. این مسئله است که میشه با هم صحبت کرد.
علت این که اون ورزش ها رو نمیرن چون جذابیتی نداره. شما در کشورهای دیگه همین آمریکا، اروپا، به خصوص اروپا که فوتبال توش خیلی مطرحه، خانم ها تماشای ورزش در واقع زنان اونقدر نمیرن، ولی شما برید ببینید فوتبال مردان رو با چرا؟ چون جذابیت داره، رقابت ها شدیده. شما در داخل ایران شاید هزاران هزار میلیون ها دختر هستن که آرزوی دیدار پرسپولیس و استقلال رو در ورزشگاه آزادی دارن. این رو قبول دارید یا ندارید؟ ببین قطعا لیگ فوتسال ما یکی از قوی ترین لیگ فوتسال آسیا و شاهکارهای سطح آسیا داشتن که شاید همون تیمای اروپایی نداشتن، یا حتی بازیای ملی فوتسال و فوتبال خانم‌ها بوده که ستاره های مطرحی دارن و بعضا کشورهای دیگه خیلی بیشتر از ما خانم میترا شناخت دارن، ولی خب خیلی حضور تماشاگرها کمه. چرا ما نباید بیایم از خب حالا من یه چیزی خدمت شما عرض کردم، شما توضیحتون رو دادید، شما اومدید یه گزاره رو خودتون در مورد صحتش یقین دارید و دارید در مورد اون توضیح میدید. من این سوال رو از شما خیلی ساده پرسیدم. به نظر شما، شما که میگید خانم‌ها هستن تمایلی ندارن برن ورزشگاه، من دارم این سوال از شما میپرسم، همین الان اگر آزاد بشه ورود زنها به ورزشگاه، فکر میکنید در یک دیدار استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران که 100 هزار حدوداً، البته الان کمتر شده ولی جایگاه‌ها 100 هزار جمعیت میتونه بره، چند تعداد خانم و دختر ایرانی هستن که آرزو دارن اونجا باشن؟ ببینید مسئله این هستش که شما دارید این موضوع رو به عنوان دغدغه نصف جامعه نه 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 اتفاقا نه 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 دغدغه نصف جامعه نیست. میدونید چرا؟ چون ایران اگر 80 میلیون جمعیت داره، 40 میلیون نفرشون مردن و واقعا از این 40 میلیون مرد شاید چیزی حدود 30 میلیونش تا حالا پاشونو به ورزشگاه نذاشتن، ولی دلیل میشه ما این حقو از مردان بگیریم؟ ببینید شما دارین در رابطه با یک جمعیت آماری که خیلی تعدادش کمتر از اصل جامعه هستش صحبت میکنین، در صورتی که استقبال زنها از فوتبال در بسیاری از شهرها انقدر پایین هستش که ما اصلا نمیتونیم از اون به عنوان یک نیاز یاد بکنیم. حالا من یه سوال دیگه از شما بپرسم، تو که ما بحثمون دیگه دو طرفه شد کامل. اگر من نمیدونم، شما خودرو سوار میشی، رانندگی میکنی؟ شما راننده هستین؟ رانندگی ماشین میکنی؟ اوکی. اگر بیان بگن که ما اومدیم دیدیم که تعداد خانم هایی که ماشین سوار میشن و رانندگی میکنن خیلی کمه، پس من از این به بعد صدور گواهینامه ماشین برای خانم ها ممنوعه، چه حسی بهتون دست میده؟ ببینید گواهینامه ماشین و قوانینی که وجود داره مسلما متفاوت هست. چه تفاوتی داره؟ حق شماست. نیازی که وجود داره نسبت به رانندگی، من وقتی فرزند دارم که ممکنه نصف شب شوهرم نباشه و بیمار بشه، من باید بتونم ببرمش. ولی اگر من دوست دارم برم ولی یه هموطن دیگه یه جای دیگه یه شهر دیگه اصلا دغدغه‌ش نباشه که وارد ورزشگاه بشه، من چه بسا که دوست داشته باشم از بانوانی که دارن تو این زمینه کار می‌کنن حمایت. بله ممنونم خانم میترا، یه خورده تلفنمون طولانی شد ولی شما دارید یه چیزی رو میگید که یه جورایی اصلا یه عذرخواهی میکنم یه مقدار خنده‌دار شده. آزادی ورود به ورزشگاه برای خانم‌ها به معنای این نیست که خانم‌های ایرانی رو با زد و بند و پلیس و چماق ببرن ورزشگاه، یعنی بگن همه زن‌ها باید برن ورزشگاه. نه، هر کی آزاد، دو نفر در کل 40 میلیون خانم ایرانی، دو نفر دلشون میخواد بره، اون دو نفر باید از حقشون استفاده کنن. بحث سر اینه، نه شما یه مقدار بحث رو نوع دیگه ای متوجه شدید. بریم سراغ تماس بعدی که آقای کوروش هستن از تهران. درود بر شما آقای کوروش، شما لطفاً مختصر مفید بفهمید نظرتون راجع به موضوع برنامه امشب چیست. آقای برامی درود بر شما و تمام بینندگان. متشکرم. در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه، البته من تعجب میکنم خانوما میان از این قانون ضد زن حمایت میکنن، واقعا جای تعجب داره. بعدش همین چیزی که شما فرمودین، اگر خانوما برن توی ورزشگاه کنار آقایون بشینن، خیلی اتفاقا بحث چیز جو ورزشگاه تمیزتر و با ادب‌تر میشه. ثانیاً اگر آقایون رسیدن به اینجا، این فرهنگ حاکم شده بین آقایون، الگوی این ملت کی بوده؟ کی به این ملت قصد داده اینجوری بشن؟ چرا فرهنگ سازی رو کی باید میکرد؟ من باید فرهنگ سازی میکردم که نکردم؟ یا حکومت با این تلویزیون‌هاش؟ یا این حکومت با این ائمه جمعه و جماعتش که میان یه حرفایی رو میزنن؟ امام جمعه ارومیه آقای حسنی توی نماز جمعه حرفایی رو میزد که آدم شرمش میشه اصلا تکرار کنه. همچین آدمی میتونست فرهنگ سازی بکنه؟ اگه ما فرهنگمون ضعیفه، مقصر ما نیستیم. توی جامعه شناسی میگه
جامعه رو تک تک افراد میسازه، ولی به تک تک افراد رسانه ها و الگوها خط میدن. 40 سال الگوها و رسانه ها به ما این خط رو دادن. از ما چه انتظاری دارید؟ اینایی که میان از این قوانین ضد زن حمایت میکنن، من نمیدونم، خجالت نمیکشن؟ حالا ممنونم، خیلی متشکر آقای کوروش، خیلی ممنونم. حالا البته نظرشون رو مطرح کردن، ما خود نکره کسی رو بابت نظری که داره نه محکوم میکنیم نه سرزنش میکنیم، ولی به هر حال به قول آقای کوروش کمی عجیب است. البته حالا ما میدونیم شاید دلایل دیگه هم داشته باشه که این خانم هایی که میان اینها رو میگن، ولی به هر حال عجیب است که یک خانم از ابتدایی ترین حقوق خودش آگاه نباشه و این ناآگاهی رو حتی فریاد بزنه. به هر حال امیدواریم جامعه به جایی برسه که در وهله اول هر انسانی، چه زن چه مرد، به حقوق خودش آشنا بشه، بعد در پی به دست آوردن اونها بره. بریم یک فایل صوتی یا دو تا فایل صوتی همزمان با هم بشنویم، برمیگردیم و تلفن‌های آخر برنامه رو میگیریم. درود. به نظر من برنده شدن یا نشدن بستگی داره که این آقایون جمهوری اسلامی بیان خانم‌ها رو یا راه بدن توی ورزشگاه یا راه ندن. اگر راه بدن که برنده اصل خانم‌ها هستن و فیفا، و یعنی جمهوری اسلامی که برنده شدن این نداره. کی اومده به میل مردمش یه کاری کرده که ما بگیم خب حالا اینجا بالاخره جمهوری اسلامی هم یه کاری کرد، اینجا برنده اصلی فیفا با مردم. ولی اگر این کارو نکنه باز هم جمهوری اسلامی شکست خورده و اینا از اول هیچی براشون مهم نبوده جز اسلامشون، که اینا مردم براشون مهم بودن و اینا نمیفهمن که فوتبال امروز باهاش کشورها سیاستشون رو جلو میبرن، فرهنگشون رو به دنیا میشناسونن. و متاسفانه اینا این چیزا هیچ حالشون نیست و متاسفم. سلام. نظر من در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها اینه که آیت الله‌ها دست آخر اهل معامله هستند و اجازه رو میدن. آمریکا به شما بسیار کمک کرده. حس شما به این کشور چیه؟ حقیقتش اینه که من دو تا کشور دارم. فوتبال خیلی کمکت کرد که جا بیافتی تو آمریکا، دوست پیدا بکنی. فوتبال یه بازی خشنیه، یه اصلا یه جنگ. بعد بدونی که کی میخوای بجنگی کی نمیخوای. تمام امریکا یکیه، اگه پول نداری پول داری، کار داری کار نداری. من یادمه با مامانم گفت بیا بریم، مامانم میگفت کجا بریم، گفت ما باید بریم. ولی اون باعث شد که من وسایلمو بریزم تو ماشین درایو کنم بیام لس آنجلس. یه چند سال دیگه بیشتر وقت ندارم تو این بیزنس. منو گذاشت روی وال استریت جورنال. سریع بریم سراغ تلفن آخر که آقای شاهرخ هستن از کرج. آقای شاهرخ واقعا زمان زیادی نداریم، مختصر مفید در عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه اگر ممکنه نظرتون رو شما هم راجع به برنامه امشب بفرمایید. سلام، خسته نباشید. برنامه شب سریع میگم. گفتین کشورمون برنده است یا نه، این دقیقاً درسته، نه اینکه خانم ها یا آقایون برندن، نه، اما کشورمون در این صورت برنده نخواهد بود. چرا؟ چون که فیفا وقتی این کارو بکنه یکی دیگه از پوینت های جهانی رو از دست خواهیم داد و این اتفاق میفته. چون به فرض مثال اگه بخوان اینا برای ورزش، برای بازی های ملی بخوان اینا یه صحنه سازی بکنن و بتونن این پوینت رو به دست بیارن، فیفا قرار نیست با این قضیه راضی بشه. همونجور که مقامات فوتبال، مقامات قدیم فوتبال هم گفتن تو تلویزیون، اینو گفتن که قرار توی لیگ هم این چنین باشه و توی لیگ هم حضور خانما باشه. از طرفی حضور کسایی که حاضر میشن توی برنامه به غیر از اینکه اتلاف وقت کنن و مغلطه و سفسطه کنن هیچی نیست. ممنونم، از متشکرم آقای شاهرخ. مهمی رو مطرح می‌کنید و از وقتی شما دادید ممنونم از شما. ممنونم از شما. لطف دارید. ما فقط این توضیح مختصر رو بدم که دوستانی که میان روی خط دیگه ما بدون در نظر گرفتن دیدگاهشون راجع به موضوع برنامه ما روی خط میاریمشون. اصل اول دموکراسی دوستان بیان صحبت بکنن، آزادی بیان داشته باشن، نظراتشون رو بگن. دوستان دیگه هم اگه خواستن میتونن بیان نظرات اونها رو نقد بکنن. در پایان برنامه به عنوان جمع‌بندی این نکته رو خدمت شما بگم. بسیاری از خبرنگاران به خصوص ایرانی خارج از کشور با فیفا مکاتباتی کردن راجع به این موضوع، چون فیفا تذکرش راجع به بازی‌های ملی بود و پرسیده بودن شفاف که آقای فیفا دقیقاً توضیح بده منظور شما کل مسابقات فوتباله یا فقط بازی‌های ملیه. و نکته‌ای که یه مقدار عجیب به نظر میرسه، فیفا
به طور زیرکانه از زیرش در رفته بود و پاسخ دقیق نداده بود. گفته بود منظور ما مسابقات فوتباله، ولی اشاره نکرده بود. امیدواریم که زد و بندی بین فیفا و مسئولین فوتبال ایران اتفاق نیفته و بانوان بتونن از حق خودشون استفاده کنن و به ورزشگاه برن. شب و روزتون خوش و بدرود. این صدای آمریکاست.